نامه تاریخ ایران زمین در مورد کوروش بزرگ صحبت کردن، ذوالقرنین و بسیار بسیار مسائل دیگه که احتمالاً در هفته آینده زمانی که تاریخ با ما چه کرد به فیروز نهاوندی خواهیم پرداخت و زندگی این مرد دلاور ایران زمین که عمر دراز دیلق رو استقط کرد، یعنی به کشتش و نابودش کرد رو خواهیم رسید، درباره آن صحبت خواهیم کرد که همیهنان ما بدونن ما به آسانی تسلیم اعراب نشدیم. سالیان دراز این جنگ ها طول کشید، ایرانی ها مقاومت کردند، اما شوربختانه ما دو اشکال بزرگ داشتیم. بدترین آن افرادی که خائن بودند، و من نمیدونم چرا این گونه است، این گونه بود. در یک سو تازیان با عزمی راسخ معتقد به این ایدولوژی که دارن، براش حاضرن حتی کشته بشن ولی برن به بهشت و حوری و قلمان بشون برسه. از طرف دیگه ایرانیان با قدرتی بسیار بسیار روان، اما خائن هم کم نیست. در همین قادسیه است که رستم فرخزاد رو با تیر و کمان از پشت میزنن و ارتش ایران تضعیف میشه. فرد بزرگی مانند فیروز نهاوندی اسیر میشه دست این تازیان، جایی که بالاخره انتقام عمیانانش رو از عمر میگیره. در هفته آینده تاریخ با ما چه کرد رو با شما عزیزان در میان میگذاریم و تاریخ ایران رو ورق به ورق بازگشایی. بدرود با همه شما. ما پنج دلاوران که از یک پشتیم، در عرصه روزگار پنج انگشتیم، در فرد شویم در نظرها علمی، یعنی خورد و شکننده، در جمع شویم در دندانها مشتیم. بعد با اتحاد، همبستگی و عرق ملی ما میتوانیم این حکومت ننگین رو از سر راهمون برداریم. همیهنانی که با دروغگویی، تهمت زدن و فحاشی به این اعمال دست میزنند، کاریس بس ناپسند، ناشایست. ما نمیتوانیم یک چنین حکومت جنایتکاری رو سرنگون کنیم. ما همه ایرانی هستیم، یک هدف داریم، آزادی ملت ایران و آزادی سرزمینمان، حفظ تمامی ارضی میهنمان. جاوید فر شاهنشاهی ایران، جاوید ملت سربلند ایران، بر احتراز پرچم سرنگ شیر خورشید به دستش رفش کاویه. درود تا پای دیگر، دیروز و پاینده باشید.